با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه کارگرم و یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. در برنامه امشب موضوعات مختلفی هست که با شما در میون میذارم. هفته که گذشت مثل هفته های دیگه مسائل از دو جهت قابل توجه است، یکی تعرضات حکومت اسلامی و اعتراضات که علیه اونها وجود داره، مثل مثلا فرض کنید طرح اصلاح قانون بیمه بیکاری جمهوری اسلامی، چیزی که بهش میگن بیمه بیکاری ولی هیچ ربطی به بیمه بیکاری نداره، و یکی هم طرح کارورزی که مدت هاست در جریان هست، یکی حذف پرداخت سهم کارفرما برای بیمه کارگرانی که در کارگاه های زیر 5 نفر هستند. اینا از جمله تعرضات جمهوری اسلامی است برای به قول خودشون ایجاد مشوقه برای سرمایه گذاری سرمایه داران و ارزون تمام کردن نیروی کار. از طرف دیگه اعتراضات گسترده کارگری مثل اعتصاب بزرگ و گسترده کارگران نیشکر هفت‌تپه که الان 2 ماه اینا هر روز تجمع میکنن، اعتراض میکنن و از اعتراضاتشون از خاص مسئله پرداخت حقوق پرداخت نشده شون، پرداخت حقوق پرداخت نشده شون شروع شد و مسئله بازنشستگان بود تا اینکه الان دارن میگن سندگاه حقمونه، باید به رسمیت شناخته بشه. اعتراض دارن علیه امنیتی کردن محیط کارشون، اعتراض دارن به مجهز کردن کارخونه به دوربین های مدار بسته، اعتراض دارن به وجود نیروی انتظامی و میبینید که این کارگران دارن هر روز تو اشکال خیلی جالبتری اعتراضاتشون رو جلو برن که حالا بیشتر در مورد صحبت میکنم، و یا اعتراضات سراسری کارگران شهرداری مناطق اشکانی شهرداری در اهواز و دیگه اعتراضات کارگری که میتونم فرصت بشه در موردشون صحبت کنیم. از طرح اصلاح قانون بیمه بیکاری شروع میکنم که کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، ببینید چطوری میخواد حمایت کنه از این مشاغل و از بیمه بیکاری. اون توی سخنرانی که توی اردبیل داره گوشه کوچیکی از این طرح رو برملا میکنه که قابل توجه. اولی سری آمارا میده که این بیمه بیکاری خیلی دایره پوششش کمه، فقط 2% توجه کنید، فقط 2% از کسانی که بیمه میپردازن و بیکارسازی میشن رو پوشش داده و این 2% 220,000 نفره. حالا ابعاد میلیونی بیکاری، چیزی که بهش میگن سونامی بیکاری، جوانا دانش آموختگان وارد بازار کار میشن و بحران بیکاری جوانا، بحران بیکاری زنان، این ابعاد، این فاجعه عظیمی که خانواده‌های زیادی رو به تلاشی کشنده و دوچار بدبختی و فلاکت کرده، 220,000 نفر تحت پوشش اون چیزی هستن که اینا میگن بیمه بیکاری. و حالا ببینیم این بیمه بیکاری شامل چیه، اسمش هم گذاشتن بیمه بیکاری، خب معلومه این هیچ ربطی به بیمه بیکاری نداره. اما اون این آمارا رو میده میگه حالا برای اینکه گسترده‌تر بشه پوشش این، بیشتر کارگر رو بهش بیمه بیکاری بدن، زمان پرداختش رو کوتاه کنیم. یعنی همین چندرغاز رو بیان تو مدت زمان کوتاه‌تری بپردازن. حالا چقدر میخوان گسترده‌تر کنن؟ کسی نمیدونه. تحت عنوانی که قرار پوشش گسترده‌تری داشته باشه، لابد 50 نفرم بوش میاد. ولی زمانش میخوان کوتاه کنن. و خودش میگه که این بیمه بیکاری مربوط به دوره بعد جنگ ایران و عراق بوده و باید بازنگری بشه، و اون وقت میگه مطابق جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری کارگران مجرد حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه و کارگران متأهل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشن، این مقرره بهشون پرداخت میشه. یعنی شامل کارگری میشه که بدون میل و اراده بیکار شده باشه. خب الان بیکارسازی وسیع، موج بیکارسازی ها گسترده، کارخونه پشت کارخونه تعطیل میشه، این داستان چیزی که بیمه بیکاری الان میخوان طول مدتش رو کوتاه کنن. خب معلومه کارگران در مقابل این میستن، همونطور که در مقابل اصلاح قانون کارشون که خودش تحت عنوان اصلاح
تعرضی به طبقه کارگر و کل جامعه بود، ایستادن و اونو زدن عقب، همونطور که در مقابل طرح کارورزی ایستادن و یک مبارزه جانانه بر سر اون در جریان هستش. معلومه که کارگران اینو قبول نمیکنن. اما بد نیست ببینیم این بیمه بیکاری، این چیزی که اینا میگن بیمه بیکاری، حالا جدا از این که فقط شامل کارگرانی میشه که بدون میل و اراده خود بیکار شده اند، ببینیم چیه شامل، یعنی چه چیزایی رو در بر میگیره. خب راست میگن، این بعد از جنگ، پایان جنگ ایران عراق سال 69 بود که تصویب شد. ولی چرا تصویب شد؟ به خاطر اینکه بعد از پایان جنگ مردمی که هر خواستشون تحت عنوانی که حالا جنگه، حالا بحرانه، حالا کوتاه بیاد، یا تحت عنوان جنگ سرکوبشون میکردن، بعد از جنگ مردم اومدن گفتن خب جنگ تموم شد، خواستمونو بدید. و زیر این فشار بود که دولت مجبور شد چیزی به اسم بیمه بیکاری رو حتی قبول کنه. و در این حال دوره بود که بیکارسازی و وسیع در دستور بود، و برای اینکه اینو ارزون تموم کنن، آروم تموم کنن، و در این حال تو این فضا به قول خودشون تنش‌های اجتماعی به وجود نیاد، تن دادن به این چیزی که اسمش گذاشتن بیمه بیکاری، و حالا میخوام بزنن زیرش، منتها از طریق کوتاه کردن مدتش. خب میزانش چند بار زیر، از همین دستمزد چند بار زیر خط فقر هم کمتره. میگه میزان اون 55% متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده است. 55%، حالا شما 930,000 تومان ببینید چقدر میشه، که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا 4 نفر، حالا اگه بچه بیشتر داشتید، هر نفر 10% قابل افزایش. این کل این داستان بیمه بیکاریه که اینا میخوام بپردازن. و تازه با 1000، اما اگه حق بیمه پرداخت شده باشه، 93% کارگران الان که میگن 96%، میگن 12 میلیون قراردادی و پیمانی هستن، خب بیمه براشون پرداخت نمیشه، که اونا که اصلا محرومن از همه اینا. اون چند درصد کوچیکی هم که شاملشون میشه، اونا هم 1000 افغان رستمه، حق بیمهشون باید پرداخته بشه، 6 ماه حق بیمه پرداخت شده باشه، نمیدونم تمام اینها، تا اینکه این پول بهشون شاملشون میشه. بعدم که شامل شد چند ماه نمیدونم، بعدم میزنن زیرش. این داستان بیمه بیکاری جمهوری اسلامی. پولشون منبعش هم اتفاقا از جیب خود کارگرها بیرون کشیده میشه. هر ماه 30%، یعنی 23% سهم کارفرما و 7% سهم کارگر هستش، که الان تو کارگاه های زیر 5 نفر اونم دارن حذف میکنن، که کارفرما، جناب کارفرما احتیاج نیست به پردازه 27%شو، برای اینکه سودآور بشه برای سرمایه گذاری و مشوقی باشه برای سرمایه گذاری. خب پاسخ ما به این تعرض خاص بیمه بیکاریه. اینا از هر چیز، اگه از بیمه بیکاری صحبت میکنن، باید ما بگیم که بیمه بیکاری که ما کارگران میخوان، یعنی پرداخت بیمه به همه کارگران بیکار، همه افراد آماده به کار، هم از زن و مرد در تمام جامعه، یعنی میلیونی، این خانواده میلیونی باید بیمه بیکاری بگیرن. این پایه است، این اساس تو تمام جوامع بشری باید اینجوری باشه. ثروتش هست، منابعش هست، پولش هست، همه اینا، بنابراین باید این خاصو بکشیم جلو. و پاسخ ما یا کار یا بیمه بیکاری. پاسخ ما تعرضه، و از میون جمعیت میلیونی بیکار بخش عظیمشون جوونا هستن، و جوونا و زنان انتظار میره که صف جلو این اعتراض باشن، NGO ها رو تشکیل بدن، گروه های مبارزاتی رو تشکیل بدن، این شعار رو جلو ببرن، جلو این تعرض بیسن، و اینچنین در مقابل تعرضات جمهوری اسلامی سنگر بندی کنن. به هر حال این یکی از این مساله. مسئله دیگه طرح کارورزیه، که قبلا طرح کاش، که قبلا در مورد صحبت کردیم، که حقیقتا طرح بیگاری کشتر نیرو کار هستش، و جمهوری اسلامی با بیشرمی تمام هفته گذشته رو، یعنی از 31 تیر ماه، برای 1 هفته رو گذشته بود، هفته مهارت، یه همچین از این اسامی که برای خودشون میتراشن برای کمپیناشون رو پیش برن، هفته ملی مهارت، و این طرح رو به اجرا گذاشتن، و الان توی سری استان ها در جریان هست، کلی بوق و کنا رو انداختن. و داستان این طرح چیه؟ داستان این طرح اینه که تو آذرماه 93 تصویب شورای اشتغال شد، قبلا احمدی نژاد این طرح رو مطرح کرد، و حالا روحانی این طرح ناتمام احمدی نژاد آورده رو میز و به اجرا گذاشته. و مسئله اینه که کارفرما میتونه
اجازه توجه کنید، با پذیرش کاربر برای یک دوره 4 الی 6 ماهه دوره کارورزی بر اساس ماده 9 اونا رو برای 2 سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما به کار بگیره. چه بهش از این بهتر؟ کارفرما سهم بیمه‌ش هم نمیده، این نیرو رو به کار میگیره، این نیرو بین 23 سال تا 34 سال در اوج انرژی و تازه دانشگاه رو تمام کردن. با چه شرایطی شامل بیمه نمیشن؟ فقط بیمه حوادث. محیط کارم که میبینید هر روز داره محیط قربانی شدن کارگرانه، ایمنی وجود نداره. و دستمزد 1/3 حداقل دستمزد امروز، این پولو بهشون میدن. خب معلومه که اینو جامعه نمیپذیره، کارگر نمیپذیره، دانشجو نمیپذیره و الان کارزاری علیه این طرح در جریان است. کارزاری که دانشجوها توش هستن، کارگرها توش هستن، معلم ها هستن و میبینید که داره همینجور با قدرت جلو میره و ایستاده و بحثای زیادی و تو خود حکومت هم از عواقب اجتماعی این طرح صحبت شده و بحثای بسیاری و این طرح اتفاقا بحث بیمه بیکاری رو بیشتر جلو آورده، بحث اشتغال برای جوانان رو بیشتر جلو آورده، مسئله بیمه بیکاری و کار رو بیشتر به مسئله مبارزاتی نیروی جوان بیکار جامعه تبدیل کرده و میبینید که جمهوری اسلامی دست به هر چی که میبره انگار با آتش بازی میکنه و چطور به فضای اعتراض دامن زده میشه. اینم بحث دیگه است، اعتراض وسیع و باید به هر شکلی که میتونیم از این فضا استفاده کنیم، اتفاقا سازمانمون ایجاد کنیم علیه بیکاری، صفمون رو متحد کنیم علیه بیکاری، با خواستای روشن بیان جلو و جواب اینها رو بدیم. شورای اسلامی در مقابل این طرح برای اینکه مبارزات بکشون محدود کنه و مهار کنه آورده به دفاع از قانون کار بند فصل 5. باید بگیم که قانون کار پیشکشتو، قانون کار قانون ضد کارگریه، قانون اسلامیه، قانون ضد زنه، ضد بشره، ضد انسانه. این قانون رو قبول نداریم، این طرح رو قبول نداریم، این بربریت رو قبول نداریم. یا کار یا بیمه بیکاری، بیمه بیکاری برای زندگی انسانی. و اگر امروز میگن سبد هزینه 4 میلیون، بیمه بیکاری هم باید رقمش همین باشه. این تیکر رو با خبر اعتراضات و قدرتمند کارگران نیشکر هفت‌تپه تمام میکنم که بعد کلیپی از اعتراضات این کارگران رو ببینید و بعد برنامه رو دنبال بکنید. هفته گذشته هفته اعتراضات و قدرتمند کارگران نیشکر هفت‌تپه بود. همونطور که گفتم این کارگران تجمع کردن، جاده بستن، اعتراض کردن به وجود حراست، به وجود امنیتی کردن محیط کارشون، 3 ماه دستمزدشون رو پرداخت نکردن، بخش زیاد از قراردادهاشون موقت هست و دارن جانانه می جنگن. در 2 روز 4 و 5 جولای 3 و 4 مرداد دیدید که خانواده ها شرکت کردن توی هنگامی که کارگران میخواستن جاده رو ببندن، نیرو انتظامی اومد، گاز اشکاور زد، کارگران ادامه دادن به حرکتشون، قرار روز بعد رو گذاشتن. و خب تو این ماجرا جمهوری اسلامی به ابزار همیشگیش دست برد، تعدادی از کارگران رو دستگیر کرد، 13 نفر دستگیر کرد که از این 13 نفر 5 نفرشون آزاد شدن و 8 نفر دیگرشون هنوز در زندان و کارگران به حسابشون ادامه دادن و میگن تا وقتی همه همکارانمون آزاد نشن دست از اعتراض بر نمی داریم. و این اعتراضات انعکاس جهانی بسیاری پیدا کرده، از جمله IUF اتحادیه بین المللی، فدراسیون بین المللی اتحادیه های مواد غذایی و کشاورزی و رستوران و بخش های مختلف تو همین شاخه اعلام کمپینی در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه و خواستای اونها کردن که این کمپین لینک اون روی سایت کارگری لیبر استارت هم گذاشته شده و الان موضوع داغی هست. مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه الان در یک مقطع بسیار حساسی هستش، احتیاج به بیشترین حمایت و پشتیبانی داره. باید با تمام قدرت از این مبارزات حمایت و پشتیبانی کنیم و ما به عنوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی و به عنوان کمیته بین المللی همبستگی بین المللی کارگری ایران این خبرها رو به نهادهای بین المللی، به اتحادیه‌های بین المللی انعکاس دادیم
و خواهان حمایت از کارگران نیشکر افتپه و خواهان این شدیم که جمهوری اسلامی رو به خاطر سرکوبگریاش محکوم کنن و این 8 کارگری که الان در زندان باقی موندن، این 8 کارگر فوراً از زندان آزاد بشه. به هر حال این خواست مهمیه که باید همه با هم دیگه با تمام قدرت از مبارزات این کارگران حمایت کنیم. اسامی کارگرانی که الان در زندان هستن: احمد کثیر، بهزاد نظری، سید هادی تفا، عبدالرضا سرخه، برادران عبدالله زاده که دو برادر هستن، و همینطور صباح سواری که روز بعد از دستگیری باز در 4 مرداد کارگران جمع شدن خواهان آزادی این دستگیری شدگان شدن، که 5 نفر دیگه به اسامی رحیم چنانه، کاظم چنانی، یاسر حمیدی، احمد مرادی و یابر هویزه دستگیر شدن که بعد اینها با قید وثیقه آزاد شدن. گفته میشه که لیست 31 نفره داشتن برای بازداشت، اما میبینید که 13 نفر دستگیر کردن، که از این 13 نفر 5 نفر رو زیر فشار اعتراضات مجبور شدن آزاد کنن. به هر حال تو این مقطع حساس مهمه که این کارگران اتحاد خودشون حفظ کنن، مهمه که مجمع عمومیشون محلی باشه برای متحد نگه داشتنشون، مهمه که حضور فعال خانواده‌هاشون هم تو که تا الان حضور داشتن، و مهمه که صدای خودشون رو جهانی کنن. و ما هم، ما کارگران، ما فعالین مبارزاتی، وظیفه داریم که صدای اینها در سطح جهانی باشیم. دو تا کلیپ کوتاه هست از لحظه و صحنه هایی که این کارگران جاده میبندن و اعتراض میکنن برای خواستاشون. این دو کلیپ رو میبینید و بعد برنامه رو دنبال میکنیم. نمیشه کارگرا بگیری یه فکر کسی در بیارم ها گوده رو رو همین نگه بودم رو باش رو رو باش نه کارگرا يا فكيت ده اللي يلا اخويا ثبتناكم المعاد رايح والله ما بده حاجه كيف تقول هي تقطع عليك میبینید که چه جنگی هست و چطور کارگران در این کارخونه و اون کارخونه دفاع میکنن از زندگی معیشتشون، خواستاشون رو دنبال میکنن. جالبه از اونور میبینید تو همین هفته مصوبه داشتن دولت که اون ممنوع در واقع بر اساس مصوبه هیئت وزیران الزام به رعایت سقف 10 برابری حداقل حقوق مصوبه سالانه برای مدیران شرکت‌های دولتی و غیر دولتی وابسته به بخش عمومی حذف شد. یعنی رسمیت دادن به حقوق‌های نجومی، این جدا از دزدی‌های میلیاردیشونه، این جدا از پولای کلونی صرف خرافه و مذهب و دستگاه سرکوب و تروریسم اسلامی و همه اینا هست. و اون وقت میبینید که هر روز با یه تعرض جلو میام، وقتی کارگر حق و حقوقش رو میخواد، نیرو انتظامی هم در اختیار کارفرماست برای مشبقه سرمایه‌داری ایجاد کنه، ولی میبینید کارگران چطور جواب اینا رو جانانه دارن میدن و چه اعتراضات گسترده وجود داره. اعتراض دیگه که خوب اینجا بگم، اعتراض از سراسری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز است که این کارگران گروه های هر روز جمع میشن به نمایندگی از 5000 نفر کارگر شهرداری. خواستشون مستقیم شدن قراردادهاشونه و این بسیار مهمه، چون خواست بخش عظیمی از کارگرانه. وقتی که خودشون میگن 96% استخدام موقت و پیمانی هست، اون وقت جایگاه این اعتراض بسیار روشنه. این اعتراض از دو جنبه مهمه: یکی خواسته که خواست اجتماعی وسیع در جنبش کارگری امروز هست، مسئله قراردادهای مستقیم و کوتاه شدن دست پیمانکار، و دوم اعتراض سراسری در سطح یک منطقه. و این
خودش باز یک الگو هستش و در این حال خود اینا رو در یک موقعیت قوی قرار میده که با اعتراض سراسریشون اون چنان فرصتی هست براشون که بتونن تشکلشون رو اعلام کنن، خودشون رو سازمان بدن و همون اجتماعاتشون رو به مجمع عمومی خودشون و محل تصمیم گیری و سازمان و تشکلشون تبدیل کنن. توی یک همچین موقعیتی هستن و باید از این کارگران حمایت کرد و باید اخبار اعتراضاتشون رو وسیعا رسانه‌ای کرد. خبر دیگه که مهمه در این آخر فرصتی که هست بگم، دستگیری اسماعیل عبدی است. اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان دستگیر شد. اون با قرار وثیقه به مرخصی اومده بود، صبح روز پنجم مرداد بدون قرار قبلی بازداشت شد، دوباره راهی زندان شد. از خرداد 94 در زندان به سر میبره و 6 سال حکم داره. از دهم اردیبهشت امسال در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی دست به اعتصاب قضا زد، تا اینکه در پنجم تیر ماه با قرار وثیقه آزاد شد. اونم زیر فشار اعتراضات و حمایت‌های وسیعی که از اسماعیل عبدی خواسته شد. و این خواست اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات خاصی بود که سال قبل از اون اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده که رهبران کارگری بیانیه دادن و به کارزار اجتماعی و گسترده در بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شد. یکی از موضوعات مهم اعتراضات معلمان اتفاقاً همین است. معلمان خواهان پایان یافتن امنیتی کردن مبارزات هستند و در همین مدت می‌بینید کارزاری برای آزادی محسن عمرانی که از معلمان دستگیر شده در بوشهر در جریان هست که تا همین الان 2000 معلم اون امضا کردن، معلم و فعالین اجتماعی، و این کارزار ادامه داره الان که می‌بینید اسماعیل عبدی هم آزاد شده. بنابراین باید به این دستگیر شده معذرت می‌خوام، باید به دستگیری اسماعیل عبدی اعتراض کرد، باید از خواست اسماعیل عبدی و خواست معلمان برای لغو احکام امنیتی صادر شده برای تمامی کارگران، معلمان، فعالین اجتماعی وسیعا حمایت کرد، وسیعا به این کارزار بپیوندید. اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی و همه فعالین کارگری، همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید شرط آزاد بشن. به نظر میاد که وقتی از برنامه باقی نمونده. خب در آخر برنامه باز کلیپی داریم از گوشه های از اعتراضات مبارزات کارگری در هفته که گذشت. این که شما رو دعوت میکنم که این کلیپ رو ببینید و همینجا من از خدمتتون مرخص میشم و برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم. We'll be right back.